میکنم. امروز در خدمتتون هستم برای معرفی وسایل مورد نیاز برای گلدوزی. اول از همه باید بگم که تمام این وسایل گلدوزی رو شما در خرازی ها میتونید پیدا بکنید، چه خرازی ها به صورت حضوری باشن و چه آنلاین. اولین چیزی که در گلدوزی مهم هست پارچه گلدوزی هست. پارچه‌ای که ما در گلدوزی براش استفاده می‌کنیم، پارچه‌های مختلفی میشه استفاده بکنیم. یه نمونهش مدقال هست که من اونو برش دادم برای اینکه بهتر دیده بشه. مدقال به رنگ نباتی و کرم هست و بیشتر استفاده میشه در گلدوزی. پارچه دیگه شانتون یا لنین هست که پارچه‌های رنگی هستن. رنگ‌های مختلفش رو میتونید ببینید و فرقی که دارن یکم نسبت به پارچه مدقال درشت‌تر بافتشون و سوزن راحت‌تر رد میشه. و یه سری پارچه‌های دیگه هم داریم که بهشون میگن پارچه‌های کانتدار که برای سوزن‌دوزی هم استفاده میشه. این پارچه‌ها حالت حفره‌حفره مربعی دارن و این پارچه‌های کانتدار بسته به شماره کانتی که دارن حفره‌های مربعیشون درشت‌تر یا کوچیک‌تر هست. هرچی شماره کانت بیشتر باشه این خونه ها کوچیک‌تر میشه و بدون آهارش برای گلدوزی بیشتر استفاده میشه. دومین چیزی که استفاده میشه در گلدوزی نخ‌های گلدوزی هستن که نخ‌ها در انواع و اقسام رنگ‌ها دیده میشن و مارک‌های مختلفی دارن. مارک خیلی معروفی که هم قیمتش مناسب باشه و هم کیفیت خیلی خوبی داشته باشه مارک پنگوئن هست که این مارک با این نشونه پنگوئن مشخص میشه و در این قسمت شماره اون رنگش نوشته شده که اگر احیانا شما اون رنگ رو تموم کردید میتونید دوباره با در دست داشتن همین شماره برید خرازی ها و اون رنگ رو تهیه کنید. یه سری رنگ های دیگه هم هستن توی حالا نخهای گلدوزی که اینا مارک های معروفی نیستن ولی خب حالا از لحاظ کیفیتی بدم نیستن. اینا به حالت مثل پنگوئن دوتا برچسب ندارن، یه برچسب دارن اگه دقت بکنی. و دوتا از مارک های خیلی معروف نخهای گلدوزی دمسه و آنکور هست که خب اونا قیمت های خیلی بالایی داره و برای ابتدای کار احتیاجی نیست که شما اونا رو تهیه کنی. مورد بعدی که برای گلدوزی استفاده میشه سوزن‌های گلدوزی هستن که این سوزن‌ها بر حسب اون سوراخی که دارن طبقه بندی میشن. حالا اگر دقت بکنید یه سریشون ریزتره یه سریشون درشتر، ولی خب ما بهترین سوزنی که برای گلدوزی استفاده میکنیم سوزن شماره 1.5 هست. اکثرا مارک رگال میگیرن، بهتر دوامش بیشتره و اینکه خب این بزرگ بودن سوراخ سوزن به خاطر این هست که بتونه شیشلایی نخی که در خود گلدوزی هست رو از خودش عبور بده. مورد دیگه‌ای که باید تهیه بکنید خودکارهای حرارتی هستن که البته این تهیهش اختیاریه، میتونید استفاده بکنید میتونید هم استفاده نکنید و در ابتدا اصلا احتیاجی به این خودکارها ندارید چون فقط میخواید دوختهای ساده رو یاد بگیرید. خودکارهای حرارتی بهترین مارک BIA هست که 17 ولی خب بعضی از خودکارها مثل اینا هستن. BIA ها خودشون پوکه خود خودکار رو هم دارن ولی اینها کره‌ای هستن و یکم زودتر تموم میشن. تنها مشکلی که دارن چون کلفتر هستن و بیشتر اون جوهر پخش میشه زودتر تموم میشه، وگرنه اینا هم مارک خیلی خوبی هستن و میتونید ازشون استفاده کنید. دیگه کارگاه های گلدوزی هستن که 3 کارگاه داریم، کارگاه چوبی، کارگاه پلاستیکی و یه سری کارگاه های ژله‌ای. بهترین مارکشون نورگه هست و میتونید تهیه بکنید ولی خب هزینه خیلی بالایی داره. اون مارک های عادی رو هم میتونید استفاده بکنید و مشکلی ایجاد نمیکنه. کارگاه های چوبی و پلاستیکی در قسمت خارجیشون پیچ دارن که با این پیچ این کارگاه میتونه باز و بسته بشه. یعنی ما این پیچ رو که باز میکنیم قسمت داخلی ازش جدا میشه و بعد برای فیکس کردن پارچه ازش استفاده میکنیم و بعد هم که میخوایم پارچه رو فیکس میکنیم و دوباره این رو محکم میکنیم و این کاملا جا بیفته. برای پلاستیکی هم همین هست که حالا پیچش رو باز میکنیم، داخلش در میاد که ثابته و بعد دوباره پیچ رو میبندیم. کارگاه های ژله‌ای قسمت خارجی این حالت ژله‌ای داره ولی قسمت داخلیش مثل همینا پلاستیکی هست و سفت و محکمه و ثابته. اونو به حالت ژله‌ای باز و بست میکنیم. بستن کارگاه رو هم در یه ویدئوی دیگه آموزش خواهم داد.
که حالا استفاده میشه بوبین هست. بوبین ها مدل های مختلفی دارن. بوبین های مقوایی داریم و بوبین های پلاستیکی. اینا بوبین های پلاستیکی هستن که توی رنگ های مختلف هم میتونید ببینید. ولی خب من چون خودم رنگ های نخهای گلدوزی رو روی اینها دوست دارم ببینم، همیشه سفیدشون رو میگیرم. بوبین ها همیشه دو تا قسمت دارند که دو تا شکاف داره. حالا این بوبین های پلاستیکی دو تا شکافش در قسمت پایین تعبیه شده. شما دور اون نخ رو میپیچید و ابتدا و انتهای نخ رو به این قسمت های شکاف گیر میدید که پیچ نخوره نخ و داخل هم قاطی نشن. حتی میتونید بوبین ها رو خودتون درست کنید با مقوا، که حالا طرز تهیه بوبین با مقوا رو هم براتون در یک ویدئو توضیح خواهم داد. در قسمت هایی که حالا توی بوبین هایی که مقوایی هستن، در قسمت بدنه یک شکاف وجود داره و در قسمت بالای بوبین. و کار دیگه که باید انجام بدید، حالا برای نخ هایی که استفاده می کنید، که گفتم این مارکشون حالا اگر پنگوئن باشه شماره ای داره پایینش، که می خواید اینو گم نکنید، وقتی این رو در میارید اینجا قرار میدید و نخ رو دور اون میتابونید که اگر احیانا نختون کم اومد بعد بتونید ازش استفاده بکنید برای تهیه مجدد همون رنگ نخ. و در انتها هم قیچی گلدوزی رو میتونید تهیه بکنید که قیچی های مختلفی هست، حتی از قیچی های عادی همیشه استفاده کرد، به خاطر اینکه نخهای گلدوزی نخهایی مثل پته دوزی نیستن که پشمی باشن و خیلی ریش بشن، صنعتی هستن و به راحتی با قیچی های عادی هم بریده میشن. امیدوارم از این ویدیو هم خوشتون اومده باشه و من رو لایک و سابسکرایب کنید.